امارت در دوره مصلحت و قاطعت، جاری کردن حکم قصاص بالای علاگل مجاهد، اعدام علاگل مجاهد در غازی استادیوم، گشت زنی قطعهای خاص انتحاری طالبان در قندهار در مرز افغانستان و پاکستان، وقوع رویداد ترافیکی وحشتناک و مهیب در بزرگراه جوزجان بلخ. آلمان میگوید طالبان در اعضای بازگشت پناهجویان به افغانستان خواستار به رسمیت شناسی هستند. و در پایان، تیم ملی کرکت هندوستان در برابر پاکستان به پیروزی رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. مشروع اخبار. وارسا واحد اطلاعات روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روی برگ تویترش نگاشته است: شریعت طالبانی در دوراهه مصلحت و قاطعت. گفته می شود که علاگل مجاهد به جرم دست داشتن در قتل کسی به اسم قاری سعید توسط محکمه ملیشه های طالبان محکوم به اعدام شده است، محکوم به قصاص. تطبیق این حکم بنابر اختلاف نظر میان طالبان مصلحتگرا و طالبان شریعتگرا در لایه از ابهام و سردرگمی قرار گرفته است. مصلحتگراها به این رای دادند که باید حبس سخت و خفقان آور برای علاگل مجاهد در نظر گرفته شود تا پس از سپری کردن چند روز در زندان هلاک گردد، اما طالبان شریعتگرا می خواهند او را در غازی استادیوم قصاص نمایند. گشت زنی قطعه خاص انتحاری طالبان در قندهار. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز یکشنبه گزارش داد که قطعه انتحاری قول اردوی 205 البدر طالبان در قندهار تحت رهبری رئیس ارکان این نیروها در امتداد مرز با پاکستان گشت زنی کردند. این نیروها پس از انجام ماموریت به محل خدمت خود بازگشتند. بر اساس این گزارش، واحد انتحاری بدری از تسلحات و نیروهایی که پیش از این در امتداد مرز مستقر شده بودند بازدید و به مسئولان آنجا توصیه های ارائه کردند. تلویزیون ملی در قندهار تصویری از این قطعه انتحاری نیز منتشر کرده است. مرز افغانستان و پاکستان موسوم به خط دیورند با ده ها کیلومتر مسافت بین خیبر پختونخوا و ولایت قندهار قرار دارد. طالبان سال گذشته گفتند که در حال ساختن 650 کیلومتر جاده و 130 پاسگاه جدید به منظور تقویت امنیت در این ولایت هستند. نیروهای طالبان و پاکستان به دلیل اختلاف بر سر ساخت و ساز در گذرگاه های مرزی بارها با هم درگیر شدند. مسئولان محلی گروه طالبان اعلام کردند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بزرگراه جوزجان بلخ 14 تن مجروح شدند. نور محمد فاتح فرمانده شهرهای نمبر 1 فرماندهی امنی گروه طالبان در جوزجان گفت که این رویداد چاشت روز یکشنبه در میدان هوایی شهر شبرغان به وقوع پیوسته است. با گفته آقای فاتح، این رویداد از اثر تصادم دو موتور نو سراشه پیش آمده که در نتیجه آن 3 تن به شمول یک کودک به گونه جدی و 11 تن دیگر به گونه سطحی مجروح شدند. در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان 4 نفر جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. حکمت الله محمدی، عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، گفته است که این حادثه حوالی از ساعت 10 دیشب یکشنبه 20 جوزا در منطقه دهن صابات ولسوالی یفتل پایین رخ داده است. با گفته او، یک موتر نو لندکروزر که از ولسوالی راغستان به طرف فیض‌آباد در حرکت بود از جاده منحرف و واژگون شده است. محمدی افزوده است که سرنشینان این موتر باشندگان ولسوالی لغمان و کارگر بودند. زیگمار گابرل، وزیر خارجه پیشین آلمان، خواهان مذاکره با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان شده است. زیگمار گابرل، وزیر خارجه پیشین آلمان، روز یکشنبه 20 جوزا از دولت این کشور خواست که برای اخراج مهاجران مجرم با طالبان مذاکره کنند. وزیر خارجه پیشین آلمان در مقابله در روزنامه بیلد گفته است که باید از طالبان تضمین گرفته شود که پناهجویان اخراج شده را شکنجه نمی‌کند و نمی‌کشد. به دنبال حمله یک پناهجوی افغان در شهر مانهایم که با کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن 5 تن دیگر انجامید، صدر اعظم آلمان گفت که مجرمان خطرناک و تروریست‌ها جایی در آلمان ندارند. وزیر خارجه پیشین آلمان گفت باید با طالبان مذاکره شود تا اخراج مهاجران به افغانستان الزامی شود. این مقام سابق آلمانی گفت که در بدل پذیرش پناهجویان اخراجی باید به کشورها کمک اقتصادی شود.
پیشتر وزارت خارجه طالبان برای گفتگو و مذاکره با آلمان درباره اخراج پناهجویان ابراز آمادگی کرده بود. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که پناهجویان نباید به کشورهای منطقه اخراج شوند. برخی سیاستمداران آلمانی با توجه به حاکمیت طالبان در افغانستان و نداشتن روابط دیپلماتیک با کابل، خواهان گفتگو با کشورهای منطقه از جمله پاکستان درباره اخراج پناهجویان افغان شده بودند. او گفت که صدر اعظم آلمان شانس بزرگی دارد که تابوی موجود را بشکند و زمینه قانونی اخراج مجرمان خطرناک از آلمان را فراهم کند. مقام‌ها در وزارت امور خارجه آلمان گفتند که طالبان در اعضای همکاری در زمینه اخراج پناهجویان از این کشور به افغانستان خواستار به رسمیت شناسی هستند. سارا یو تایمز یک شنبه 20 جوزا گزارش داده است که دنیس کومتات سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان این اظهارات را پس از افزایش خشونت‌ها کاملا پناهجویان عنوان شدند بیان کرده است. کومتات در یک نشست خبری افزود طالبان در اعضای هر گونه بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان حداقل مشروعیت جزوی بین المللی میخواهند و ای تاکید کرده است که دولت آلمان رژیم طالبان در افغانستان را مانند سایر کشورهای جهان به رسمیت نمیشناسد و با همکاری نمیکند. به گفته کومتات آلمان گاهگاه در سطح فنی با این گروه تماس برقرار کرده است. در این حال وزارت امور داخلی آلمان اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان از این کشور در سال جاری میلادی 30% افزایش یافته است. طبق آمار این وزارت از آغاز سال جاری تا کنون 6316 پناهجو به کشورهایشان به استثناء افغانستان و سوریه که نام تلقی می شوند اخراج شدند. بر پایه اطلاعات شمار زیادی از پناهجویان در آلمان طی 2 سال گذشته به مقدونیه شمالی، گرجستان، اتریش و برخی از کشورهای اروپایی اخراج شدند. و در پایان تیم ملی کرکت هند در یک رویداد حساس و نفسگیر در رقابت‌های جام جهانی 20 آوره تیم ملی کرکت پاکستان را با تفاوت 6-2 شکست داد. دیدار دو رقیب دیرینه یکشنبه شب 9 جون در ورزشگاه بین المللی کرکت ناسایی و آمریکا برگزار شد. در این بازی نخست هند توپ زنی را آغاز کرد و در 19 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 119 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. در ادامه بازیکنان پاکستان در 20 آور با از دست دادن 7 بازیکن توانستند تنها 113 دوش را انجام دهند. این دومین شکست پاکستان در رقابت‌های جام جهانی 20 آور کرکت است. پیش از این دیدار تیم ملی پاکستان در یک بازی تاریخی در برابر تیم ملی آمریکا شکست خورده بود. این در حالی است که تیم ملی گوارش افغانستان در 13مین دور از رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب 2 مدال برنز جایگاه 5مین رقابت‌ها را از آن خود کرد. این رقابت‌ها یکشنبه با قهرمانی ازبکستان در شهر تهران پایان یافت. در این رقابت‌ها ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در جایگاه نخست ایستاد و ایران با کسب 1 طلا، 5 نقره و 1 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت.